شنوندگان عزیز، اگر به یاد داشته باشید یکی دو سال قبل برنامه زیر عنوان یادی از هنرمندان قدیمی داشتیم که در این برنامه آثاری از هنرمندان ارزنده ایران پخش می شد. از اونجا که حفظ و حراست موسیقی ملی ایران و نیز قدردانی و تجلیل از هنرمندان پیشگام همواره مورد توجه مسئولان رادیو بوده و هست، این بار تصمیم گرفتیم مجریان برنامه شما رادیو را به سراغ عده‌ای از هنرمندان قدیمی که در حال حاضر گوشه‌گیری اختیار کردند بفرستیم تا ضمن گفتگو با اساتید فن و استفاده از سرگذشت و خاطرات شیرین آنها، آهنگ‌ها و ترانه‌های قدیمی را هم به مجموعه آهنگ‌های اصیل و ارزنده رادیو اضافه کنیم. بسیار خوشبختیم این هنرمندان گرامی از این برنامه استقبال زیادی کردند و ما بدون در نظر گرفتن تقدم و تأخر از این هفته به خانه عده‌ای از هنرمندان خواهیم رفت تا از نزدیک با آنها گفتگو کنیم و حاصل این گفتگوی دوستانه را به عنوان یک هدیه ارزنده به دوستداران و علاقمندان آنها تقدیم کنیم. اولین هنرمندی که در هفته گذشته در خانه خودشون مجریان برنامه شما رادیو را پذیرفتند، هنرمند ارجمند آقای مرتضی نیداوود هستند. مقام هنری ایشون بر کسی پوشیده نیست و ما از این محبت و لطفی که فرمودند سپاسگزاری می‌کنیم و از شما دعوت می‌کنیم تا به گفتگویی که با آقای نیداوود ترتیب دادیم توجه بفرمایید. از هنرمندان بدیزاده و آقای شاهرخ نادری در محضر استاد مرتضی نیداوود هستیم و من میکروفون رو در اختیار آقای بدیزاده میذارم برای اینکه ایشون بیشتر افتخار همکاری با استاد داشتن و بیش از من و آقای نادری به یاد دارند هنرنمایی‌های استاد رو. خیلی متشکرم. بنده چون استاد را از خیلی جوانی و بچگی میشناختم، افتخار بزرگ بنده این بود است که در اولین سال تأسیس رادیوی کشور شاهنشاهی در اولین ارکستری که بنده در 1319 شرکت کردم، این مرد محترم یعنی استاد مرتضی نیداوود در اون ارکستر وارد بودن و مرحوم سبا و سایر افرادی که با اون ارکستر همکاری میکردن، البته خود آقای نیداوود استاد تشریف خواهند کرد. ممکنه استاد بفرمایند که سنشون در چه حدود این جسارت نباشه حضورتون؟ متشکرم. 75 سال از سنم میگذره. چه سالی ممکنه استاد بفرمایید که موسیقی رو شروع کردید؟ در حدود 8 سال یا 9 سالم بود که خدمت استاد آسانگولی اونجا رفتم با پدرم و مشغول ساز یاد گرفتن شدم. 8 سال یا 9 سال بیشتر نداشتم. خیلی بچه بودم. خیلی سنم کم بود. چند استاد داشتید؟ دو تا قربان. یکی استاد آسانگولی و دیگری غلام حسین درویش. بعد بنده وقتی از محضر استاد آسانگولی تمام کردم، رفتم محضر
استاد غلام حسین درویش، اونجا مشغول شدم و 6 سال با مرحوم آقاسم قلی چیز بودم، مشق میکردم و دو سال و شش سال برای این بود که اون مدت دیگه وارد بودم، 6 سال لازم نداشت، 2 سال در خدمت غلام حسین درویش اونجا مشق میکردم. آقای نیداود اجازه میدونم بپرسم که نمیدونم آقای وزیر من که در اون روز با نوت مشق میکردن و یاد میگرفتن یا نخیر نوت نبوده اصلا، همینطور پنجهی مزدابی همینطور مشق میدادن، زمین میشستن و یکی یکی شاگرده میرفتن خدمت استاد و مشغول میشدن دو زمین مشقشون رو یاد میگرفتن و میرفتن. همه شاگرده هم با بنده شوخی داشتن، همیشه میگفتن من مشقم بهتر یاد گرفتم یا تو مشق منو بهتر یاد گرفتی. من خیلی سنم کم بود، خیلی کم، گفتم منم یاد گرفتم مشق شما رو. میرفت یه روز غلام حسین درویش خدا رحمتش کنه بسیار مرد نازنینی بود از بنده پرسیدن، گفتن مرتضی چی میگن به تو میرن اینا؟ گفتم بزمان میگن من بهتر مشقم یاد گرفتم یا تو بهتر مشق من یاد گرفتم. فرمودن چی تو جواب میدی؟ بنده گفتم که میگم منم یاد گرفتم مشق شما رو. گفت خب راستی یاد گرفتی، همه این مشقایی که اینا میکنن تو یاد میگیری؟ گفتم بزمان یاد میگیرم بله. استاد یک چیز تازه ای ساختن که پیش درآمد بود، اولا پیش درآمد و تخصص اصلیش مال درویشانه، ابتدا موضوع پیش درآمد و این مرد بزرگوار چیز کردن، مد کردن در پیش از درویشان فقط یه آوازی بود، آواز می زدن، ابتکار ایشون بود بله بله. یه پیش درآمدی ساختن که هیچ سابقه نداشت، هیچ. بعد مشق دادم توی کلاسشون رو به بنده فرمودن بیا بزن ببینم. باور نمی کردن که آخی هم که چیزی هم بشه 20 نفر مشق کنن همه مشقا رو یاد بگیرن، که این یه چیز غیر عادی است تقریبا. بنده رفتم و زدم پیش درآمدی که آقای محمود ازشان ساخته بودن. بعد فرمودن که بله زدی، خیلی خیلی خوبه بود، خیلی تعجب کردن و خیلی این مرد لطفش به بنده بیشتر شد از سابق. میخوام از چه سوال کنه که این اولین پیش درآمد در چه مایه بوده و خاطرشون هست که بگن که این پیش درآمد در چه آوازی بوده، در چه دستگاهی بوده؟ اولین پیش درآمدی که مرحوم درویشان ساختن پیش درآمدی بود برای ترک یا برای زند، حالا میگن یا ترک یا زند تفاوت نمی کنه. بعد پیش درآمد اصفهان ساختن. هر کدوم از هنرمندان خاطره شون رو وقتی گفتن راجع به هنرمندانی که واقعا الان در بین ما نیستن ولی نام نیکشون هست، مثلا مثل خانم قمر ملوک وزیری، بله، هر کدوم خاطره ای گفتند از ایشون. ممکنه استاد که سوابق ممتدی دارن در فن موسیقی و بدون شک با ایشون هم همکاری داشتن، ممکنه بفرمایند که از ایشون چی میدونید و راجع به خانم قمر تعلیمی که میدادید و استعدادتون چی بوده، در چه حدی بوده؟ خیلی اوزان مستعد بود این خانم، بی نهایت استعداد موسیقی زیاد بود و صدای فوق العاده خوبی داشت و زن بی نهایت نظر بلندی بود، بی حد. عرض کنم که بنده یه مسافرتی با این خانم کردم، رفتم همدان، همدان رفتیم، کرمانشاه رفتیم، بعد باز دو مرتبه همدان هم. اونجا یه سالونی تو میدان همدان درست کرده بودن، آمدن از خانم قمر ملوک
خواهش کردن که تو بیا اونجا افتتاح کن. بله. ایشون رفتن، بندم بودم. عرض کنم که خیلی بلیت فروختیم، خیلی زیاد. به پول اون روز بنده خیلی تعجب میکردن این همه پول یعنی چی. خیلی بلیت فروختیم، خب کمری بود و تک بود و همه میخواستن ببیننش، خیلی اهمیت داشت. خدا را شاهد میگیرم وقتی آمدیم تهران هیچ کدوم از ماها یک دونه یک تومنی جیبمون نبود. تمام این پولا به این زن یا به گدا داد یا به فقیر داد یا به اعانه داد. خانم خیلی بوده بی نهایت، بی حد، بی حد و اندازه، همه چیزش برای فقرا و بیچارگان از بین میرفت. ما آمدیم چند نفر بودیم از همدان آمدیم، هیچ چیز پول هیچ کدوم از ماها نداشت، هیچ چیزی. و همه رو نراه خیلی خیلی داده بود، بسیار زن نازنی بود. بله. این تشویقی که امروز از هنرمندان میشه در اون روز حتما نمیشده. بله بله. من میخوام بگم که الان استاد که شاهد و ناظر هستن، مردم چقدر هنر دوست شدن. بله بله. و از هنرمنداشون چه استقبالی میکنن. بله. من میخوام ببینم در اون شرایط اون روز که مردم کمتر نسبت به هنرمندان توجه داشتن، میتونن بگن در چه شرایط سختی استاد تعلیم میگرفتن؟ خیلی موضوع بودن، ناراحت بود، خیلی خیلی ناراحت بود و برای استادها هم ناراحت بود. بس. کلاس استاد آسانگولی یک جای پرتی بود که نکه ناراحتی ایجاد بشه. کلاس غلام حسین درویش البته اون ناراحتی رو نداشت، برای اینکه 6 سال 7 سال شاید گذشته بود که بنده رفتم خدمت استاد دومی، این ناراحتی ها کمتر شده بود. یه بعضی بود که آقای قنبری نمیشه عرض بکنم چه جور بوده قربان، ولی با حالا قابل مقایسه. ابدا حالا افتخاریه، اون وقت ننگ بوده قربان. اون وقت موسیقی در مملکت ما ننگ بود. ولی یه نکته تازهش به عقیده من آقای قنبری و از استاد بپرسیم، که اولین دفعه که شما پیش مرحوم آسانقلی رفتید، اولا چند جلسه در ماه می رفتید و به علاوه در ماه چقدر می دادید؟ آیا روزانه می دادید و مقدارش چقدر بود؟ این تازگی داره برای ما. بنده قربان هفته 3 روز خدمت استاد آسانقلی می رفتم. هفته 3 روز و هر ماهی خیلی خیلی کم، خیلی مختصر، ماهی چقدر بودم؟ 2 تومن بودم. ماهی دو تومن به مرحوم آسانقلی میدادم و این مقدار خوب مقداری که ناراحت کننده هست البته. و بعد که خدمت غلام حسین درویش رفتم، اونجا اینا بهترین استاد بودن، حالا هم بهترین استاد هستن. دونید حالا نیستن، خب سعدی هم الان نیست، ولی درویش خان و آسانقلی هم اینن مثل سعدی هستن، همه چیزهاشون، همه ساخته هاشون الان هم تازگی داره و اغلب رادیو تلویزیون آثار اینها رو اجرا میکنه. بنده دیدم آزم آقای نداری به درویش خان بیشتر میدادید حقوق؟ 3 تومن قربان. ماهی 3 تومن، اونم هفته 3 روز و ماهی 3 تومن مال درویش. اینا بهترین حقوقی بوده که در این کلاس ها می گرفتن. حالا باز یه موضوع دیگه پیش میاد. من میخواستم خواهش کنم از آقای نیدا بود که از چه سالی در رادیو ایران شروع کردید به نواختن ساز؟ از سال 19 1319، یعنی افتتاح رادیو. شب افتتاح رادیو اولین برنامه را اجرا کردید؟ اولین برنامه که اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر تشریف‌فرما شدند و رادیو رو افتتاح فرمودند، بعد از افتتاح اعلی حضرت که البته در اون زمان شاهنشاه آریامهر ولیعهد بودند. بله قربان، ولیعهد بودند. عرض به حضورتون آقای سبا ویولون،
حبیب الله سمایی سنتور عرض کنم که مرتضای محجوبی پیانو، جواد معروفی پیانو، حسین تهرانی ضرب می‌گرفت و بندم جز این آقایون بودم همون شب اول و تا تقریبا 10 سال بنده بودم مرتب. بله بله 10 سال بنده بودم و بعد از 10 سال دیگه بنده اومدم و سایر رفقام هم که میدونید همه اونا رفتن و بنده هم بله کار هست. بله 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 آقای داوود در سال 1319 که در رادیو برنامه اجرا میکردید ماهی چند شب برنامه اجرا میکردید یا چند جلسه در ماه اجرا میکردید؟ و همین فرمایش آقای بجاده رو بنده میخوام تکرار کنم که بله. از رادیو چه حقوقی میگرفتید در اون وقت؟ بله آقا تمام رادیو رو قربان منحصر بود به همین ادهی که عرض کردم عرض کنم که هر شب ما بودیم بدون استثنا 30 جلسه در ماه بله. برنامه زنده جان بله 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 نوار نبود اون وقت نه خیر عرض میکنم و چقدر حقوق میگرفتید برای این 30 جلسه در ماه؟ حقوق درجه یک اون وقت بود من 180 تومن بود 180 برای همه ماه تمام برای یک ماه 180 و هر شب و هر شب بله 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 برای 30 جلسه کار بله عرض کنم که 4 بعد از ظهر می رفتیم در هنرستان موسیقی سلام چیز مجلس جلوخان مجلس بهارستان میدان بهارستان می رفتیم اونجا 4 بعد از ظهر تمرین می کردیم همه این عده کرد کردم و بعد یه اتومبیل می اومد اونجا میدان بهارستان و ما رو می بود چمدان تو جاده قدیم چمدان بله بله اونجا اون وقت استودیو بیتیم بیتیم اونجا بود و میرفتیم اونجا چیزامون رو اجدا میکردیم 3 مرتبه هم میزدیم قربان 3 مرتبه میزدیم و از کنم که خواننده ها زنها قمد الملوک وزیری بود از کنم ملوک زرابی بود از هم به حضورتون روح انگیز بود روح بخش بود خانم دلکش بود از آقایون آقای بدیزاده بود آقای بنان بود ادیب خونساری بود از کنم دیگه چی بودن تقریبا همینا بودن اون اینها هم بودن میخوندن خیلی خیلی خوب خیلی بعد از اون تمرین میکردیم و شب هم برنامه بله اجرا بله میکردیم بله بله من اینطور که حساب کردم آقای بجاده 180 تومن که استاد در ماه میگرفتن برای 30 جلسه مثل این که جلسه 6 تومن میگرفتن برای تمرین و برای اجرای برنامه اشتباه میفرمایید یه عرضی بکنم اینم بعد نیست 30 شب میزدن که بنده خودم بودم و هر شبی 3 مرتبه میزدم یعنی 30 تا 3 تا میشه 90 تا برای 90 برنامه 180 تومن میگرفتن جلسه میشه 2 تومن بله من 3 مرتبه میزدیم هر شب یه دفعه برنامه اجرا میکردیم 2 جلسه که میزدیم یک سولیست میموند یا آقای سبا میموندن یا آقای محجوبی میموندن یا شما یا بنده یا این عده یک کدوم از ماها میموندیم اونجا و سولو رو میزدیم تنها برای آخر ساعت 10 سولو میزدیم برای این 3 جلسه‌ای که زده میشد هر شب بدون استثناء 180 تومن بله. من میخوام از استاد سوال بکنم که چند نفر شاگرد رو شما تا با امروز تعلیم دادید؟ ولی تعداد نمیتونم عرض بکنم خیلی زیاد الان هم به استاد گاهی اوقات دست استاد میزنید یعنی زیاد میزنم تقریبا هر روز و این کارم آقای ایرج گلسرخی کردن که بنده باز برگشتم به این موضوع و تمام اینا را روی دستور آقای ایرج گلسرخی ضبط کردم آقای ایرج گلسرخی به بنده فرمودن که هر
چیزی میزنی اول بگو اینو میخوام بزنم و بعد بزن، و بنده اینو اطاعت کردم و این کاری کردم. بهرسوار ممکنه برای ما بفرمایید که چند آواز؟ بله عرض کنم که شور 39 قسمت، بیات تو 12 قسمت، بیات اصفهان 15 قسمت، افشاری 16 قسمت، ابو عطا 14 قسمت، دستی 14 قسمت، ماهور 44 قسمت، شگاف 21 قسمت، چارگاه 28 قسمت، همایون 27 قسمت، نوا 22 قسمت، راست 538 قسمت. جمع اینا هست که 290. حالا من میخوام استدعا کنم که بسید بله. اطاعت میکنم. دو تا دیگه هم هست، اون قطعات و بیات کل، این جزء همین 290 هست. بله. ولی اونا هم خودش آوازه. بله. حالا بنده یکیشون اسم میبرم و ممکنه به طور فهرستوار بفرمایید که اطاعت میکنم. آبان همایون رو که فرمودید 27 قسمت داشته. بله قربان. ممکنه فهرستوار بفرمایید؟ اطاعت میکنم. اطاعت میکنم البته. دستگاه همایون اینطور این ضبط شده در رادیو. همایون سه درآمد داره. درآمد اول، درآمد دوم، درآمد سوم. چهار مزداد، زنگ شطور، تیکه از چارگاه، موالیان، تکاوک، بیداد، پروانه، بیداد باز پروانه ببر، نیداوود، باوی، سوز و گداز، جامدران، نوروز عرب، نوروز سبا، نوروز خارا، نفیر، فرهنگ، ابوالچپ، رهاوندی، لیلی مجنون، طرز، شوشتری و بختیاری. بنده قربان این 290 قطعی که در تمام مدت 75 سالم یاد گرفته بودم یا میدونستم، هدیه کردم به کشور ایران و مردم ایران. دین خودم رو به کشورم و به مردم ایران ادا کردم و حالا دیگه هر پیش آمدی برام بشه که برای همه خواهد شد، من هیچ ناراحتی ندارم، برای اینکه دینی ندارم. دینم رو دادم، دینم رو با خوشی و خوبی ادا کردم. صد هزار بار خدا رو شکر میکنم که دینم رو به کشورم ادا کردم. صد هزار بار شکر خود. حالا بنده یک قدری از دستگاه راست پنجگاه میزنم.